انقلاب شما ملت ایران رو شنیدم. من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم، من دولت تعیین میکنم، من به پشتیبانی این ملت دولت. شاه رفت و به نظر می رسید که مخالفان بزرگترین مانع را از سر راه خود برداشتند. اما همان روز آیت الله خمینی در مصاحبه با خبرنگاران در پاریس گفت که تازه این قدم اول است. و من از من بسیار خواهم که ادشون برازر نظم مملکت باشند. اگر چنان که کسی دست به دیکتاتوری یا به کودتای نظامی بزنند، خواهد فهمید که موفق به هیچ چیز نخواهد شد و برای خودش و برای کسانی که مربوط به خودش است ذلت بار خواهد آورد. باید همه اشخاصی که میخوان در ایران برای منفعت طلبی یک رسایی بکنند، یک سلوزی بکنند، یک تبلیغاتی بکنند، باید همه بدانند که وقتی اینها گذشته است دیگر و دیکتاتوری به کلی منقطع است به یک مملکت آزاد انشاءالله تحقق پیدا می کنند و ما دولت را هر وزودی به همین زودی معرفی خواهیم کرد. اما دولتی که شاه در تهران باقی گذاشته بود خود را دولت قانونی می دانست و نخست وزیر آن شاپور بختیار رفتن شاه را تحقق یکی از برنامه‌های کار خود. مسئله مسافرت اعلیحضرت به خارج یک از اون مسائلی بود که ما در مد نظر همیشه داشتیم که بعضی اسیان‌ها و ناراحتی‌ها را تسکین می‌بخشه و وقتی که من قبول نخست وزیری کردم این موضوع را بایشون در میان گذاشتم و قبول کرد و حتی 11 روز پس از نخست وزیری من این وعده را انجام داد، به طوری که الان یه مقداری گمان میکنم از این ناراحتی ها و عصیان ها شاید تسکین یافته. از طرف دیگه نبودن ایشان در مملکت ممکن بود که تصور پیش بیاد که ارتش با دولت من یا با در مقابل مردم ایستادگی میکنه، در صورت که ارتش ما خیلی با این رباط تر از اینه و دستور اکید داره که در اختیار دولت قانونی باقی بمونه و مثل این که من این کار را هم خواهد کرد. آیت الله خمینی طرح دیگری داشت و مدتها بود که عده‌ای از شاگردان و معتمدان خود را مثل آقایان بازرگان، بهشتی، باهنر، رفسنجانی، موسوی اردبیلی، طالقانی، یدالله صحابی، مهدوی کنی و خامنه‌ای در شورایی به نام شورای انقلاب به سرپرستی آیت الله مطهری گرد هم آورده بود. این شورا به گفته مهندس بازرگان در داخل کشور انقلاب را سازمان می داد. برای تشکیل شورا آیت الله خمینی مرحوم مطهری رو معتمد خودشون و مأمور این کار کردن که روی لیستی که انتخاب کرده بودن با اون افراد قبلا بخانشون و دونه دونه صحبت کنن و بدون اینکه نام دیگران رو ببرن آمادگی اونها رو برای شرکت و فعالیت در این شورای انقلاب پرسش بکنن. مرحوم مطهری این کار که کرد بعد به ایشون گزارش داد، اون وقت بعد ایشون هم گمان میکنم باز به وسیله خود آقای مطهری به همه ما ابلاغ کردن که این افراد انتخاب شدن و میتوانید کار بکنید. اون زمان خب طبیعی است که شورای انقلاب به طور مخفی بود و در منازلمون هم تشکیل میشد، ما به کسی نمیگفتیم. حتی در ابتدا بنده از مرحوم طالقانی هم روی اون تعهد و شاید سوگندی که خورده بودیم از مرحوم ایشان هم غیر از خودم بقیه رو مخفی کرده بودم که کیا میتونن باشد، تا وقتی که ایشون هم انتخاب شد و آمد. ولی در خارج خیلی یا میگفتن یا اینطور جلوه میدادن که اونا عضو شورای انقلاب هستن و ما تحت فشار زیادی بودیم از ناحیه خبرگزاری ها و از ناحیه مردم که اسرار این شورا رو افشا بکنیم، که خب مشکل بوده قضیه این کار عدم انجامش و ایجاد گله های میشود. جلسات ما البته جنبه خصوصی و صمیمیت و خودمونی داشت، ولی خب خیلی منظم تشکیل میشود، مطالب مطرح میشود و ارتباط تقریبا منظم و دائم هم با پاریس داشتیم. مادامی که ایشون هنوز نیامده بودن ایران،
کار خیلی دشواری نداشتیم، بیشتر همون پخش اعلامیه ها بود و برقرار کردن ارتباط، مثلا روابط با تیمشاه قره‌باغی یا وزرای بختیار و خود بختیار، اینها در شورای انقلاب مطرح می شد و در اونجا شور می شد و در اونجا تصمیم گیری می شد. همچنین ملاقات با سفیر امریکا یا مراجعی که از طرف سفارت شوروی یا جای دیگه به بنده کرده بودن، اینا یک از کارهای ما اون زمان همین مسائل بود. یکی از کسانی که عضویت شورا را نپذیرفت دکتر کریم سنجابی بود. سه نفر از روحانیون از طرف آقای خمینی با من تماس گرفتند و اون سه نفر عبارت بود از بهشتی و مطهری و عبدالکریم موسوی اردبیلی. این سه نفر با من تماس گرفتند و به من پیشنهاد کردند در شورای انقلاب وارد بشن و حتی رئیس شورای انقلاب بشن، چون در ذهن خودشون این بود که بازرگان رئیس دولت بشه و میخواستن من رئیس شورای انقلاب بشم. من به ایشون گفتم بنده عضو شورای انقلاب نخواهم شد. گفتن چرا؟ گفتم به دلیل اینکه ما الان موفق شدیم، انقلاب موفق شده، باید حکومت انقلابی درست بشه، با حکومت انقلابی باید کار انقلابی بکنه و اگر یک شورای انقلابی باشد و یک حکومت انقلابی، این دوتا مقابل همدیگر خواهند بود و همدیگر را خونسا خواهند کرد و شورای انقلاب یه وجود بیفایدهی و مضر خواهد شد و بنابراین من در چنین شورایی شرکت نمی کنم. از مهمترین وظایف شورای انقلاب انتقال قدرت از نظام سلطنتی به حکومت اسلامی بود. آیت الله بهشتی به خبرنگاران گفت که شورای انقلاب می کوشد دولتی منتخب را جانشین دولت دکتر بختیار کند. Our elected government in the place of the government of Dr. Bakhtiar. اما شاپور بختیار همچنان سعی می‌کرد از یک طرف حمایت مخالفان شاه را جلب کند و از طرف دیگر ارتش را در غیاب شاه مطیع دولت خود. تمام تاکتیک و سیاست من بر این بود که زمان را طولانی کنم، چون کم بهم زمان داده بودند، می‌خواستم طولانی کنم زمان را و آخوند را روز به روز معرفی بهتر به مردم بکنم، چون می‌دیدم چه کثافت کاری ها می‌کنن و در مقابلش من روز به روز یک چیز می‌گذرونم، یه روز لایحه انحلال ساواکی، یه روز لایحه آزادی زندانیان سیاسی است، یه روز مسئله بازگشت اموال پهلوی به دولت. خب مردم خلع صلاح میشن، پس زمان را باید ما کش میدادیم و میتوانستیم. روز اول ما 5000 نفر بودیم، هفته بعدش 15 تا یا 30 تا شدیم، بعدش 150,000 تا. 150,000 تا آدم که بیفته را خیلی زود میرسه به 300,000-400,000 تا. شاه پیش از سفر اختیارات خود را به شورای سلطنتی که تشکیل داده بود تفویض کرد، اما بلافاصله پس از عزیمت او رئیس شورا سید جلال تهرانی برای ملاقات با آیت الله خمینی به پاریس رفت. اما آیت الله خمینی شرط ملاقات با او را استعفای او از شورای سلطنت قرار داد. من تماسی با شورای سلطنت نمیتونم داشته. ایشون از من تقاضای ملاقات کرد و گفتم بهشون تذکر بدم که تا شما استعفا ندید از شورای غیر قانونی سلطنت و تا اینکه اعلام نکنید که این استعفا برای این است که قانونی نیست، من با شما ملاقات نخواهم کرد. ارتش بود قره‌باغی که خود عضو شورای سلطنت بود میگوید خبر استعفای سید جلال تهرانی را در اولین جلسه شورای سلطنت از دکتر بختیار شنید. جلسه اول شورای سلطنت تشکیل شد و ایشون گفت که بله، آقای تهرانی رفته است اونجا، مشغول ملاقات با خمینی است و خمینی ازش خواسته که استعفا بدهد و من گفتم موافقت کردم که استعفا بده و همونقدر بره ببینی قضیه حل خواهد شد، درست خواهد شد.
حتی علی امینی که طرفدار مصالحه با مخالفان بود میگوید که استعفای سید جلال تهرانی را نپسندیده بود. واقعا سید جلال وقتی که آمد به پاریس، خمینی پاریس بود، منم پاریس بودم، خودم سید جلال آمده و رفته و تو اتومبیل تو تلویزیون میدیدیم. بعد بهش تلفن کردم که آقا تو برای خمینی اول استعفا چه دادی؟ اگه مطلب مهمی میگفتی اون گوش میکرد قبول. خب رفتیم تو چی گفتی؟ گفت یه دفعه بیدم چی گفتم؟ باور شما بکنی من از اون روز هر چی آمدن تلفن هم نمی کنم. مرد حسابی با اون قد دراز با اون سابق و این ترتیبات شاه میفرستی که اینه بیاری؟ خب تو میده استفاده چی میکنی؟ که چی بگیری از خمینی؟ ای بکار ایرونی همینه، شما حساب بکنی. بعد وقت اردلان اونجا موند، آخر عمری گرفتار شد. شاپور بختیار هم خود را بر مذاکره و یافتن راهی برای مصالحه با آیت الله خمینی و مشاوران او گذاشته بود، در حالی که ارتش به گفته ارتش بود قره‌باغی از نظر قانونی شورای سلطنت را جانشین شاه می دانست. من برای این موضوع ترامیم گفتم ما یه ترامیمی داریم که اینها را باید علازت امضا می کردن، اینها را باید الان رئیس شورای سلطنت که استعفا کرده ما باید یک کسی رو انتخاب کنیم که این رو امضا کنه. گفت که اون چیز مهمی نیست، در من خودم امضا میکنم. گفتم که نخیر، من به جناب علی گفتم اگر شما میل داشته باشید امضا کنید باید شورای سلطنت تشکیل بشه و این اختیار رو به شما بده و شما امضا کنید. خیلی خوب، مجبور شد که شورای سلطنت رو تشکیل بده. شورای سلطنت تشکیل شد، بالاخره بحث بعد از بحث مفصلی که شد با این همه اظهار نظر کردن موافقت نکردن که بختیار امضا بکنه و آقای وارسته انتخاب شد برای این کار که او میوان نایب شورای سلطنت این فرامین امضا کنه. و اختلاف ما با بختیار از همونجا شروع شد که ایشون با یک وضعی خاصی خودش رو به اصطلاح با وجود شورای سلطنت فاعل مایشا میدونست، در صورتی که شورای سلطنت بود و اونجا ایشون در حقیقت شکست خورد. و بعد از این جریان بود که مطرح کردین که خب بخواد بس شما چی میگفتید بعد از رفتن اعلیحضرت اختشاشات اینها از بین خواهد رفت و آرامش برقرار شد، نشد، در روز بس بدتر شده، چه باید کرد؟ اینها که آقای بختیار برگشت در جواب گفت که من مشغول همین کار هستم و دو راه حل بیشتر وجود ندارد، یا این که باید رفراندوم بکنیم که ببینیم مردم چی میخواهد. تا خواست که راه حل دوم رو بگوید آقای دکتر سجادی رئیس مجلس سنا دوید تو حرف آقای بختیار، گفت که بله، یا اینکه مجلس این رو با هم جمع کنیم مجلس مشترک تشکیل بدهیم به جای مجلس مؤسسان و دو ماده از قانون اساسی رو که عبارت از قانون سلطنت هست اون دوتا رو اصلاح کنیم و این سرصدا بخوابه. رفراندوم برای تغییر این دو ماده قانون اساسی در واقع به منزله الغای نظام سلطنتی و اعلام جمهوری بود، اما دکتر بختیار میگوید که به هیچ وجه قصد اعلام جمهوری نداشته. از بن غلط دروغ مطلق در ایران، در عراق، در اینجا هم که هر چی که من گفتم و نوشتم حاضره. بنده گفتم که رژیم آریامهری و عدم اجرای قانون اساسی را تحمل نخواهم کرد و اگر بنا باشه که باز ما بیفتیم به یه دیکتاتوری، حالا یه سرهنگی باشه، یه آخوندی باشه، یه آقای مهندس ایکسی باشه، برای من عرصبی است. ایران باید دموکراتیکمان اداره بشه، یک روز هم نمیشه پیاده کردن این هم چند سال وقت، ولی نسخه اینه. اگه نسخه دیگری شما دارید که به من بدید من اون را اجرا میکنم. من قبل از اینکه هیئت دولت را معرفی کنم به شاه یه کاغذ بلو تلویزیون دیدید دادم دستش، خوند، من متعهد میشم که قانون ماده چه و چه و چه قانون اساسی کشو پادشاه را بخونید قبول. پس جمهوری در ایران یه عده زیادی به من فشار آوردن، گفتم محال، اولا شرف اجازه نمیده و من تا دستور ثانوی خودم آدم با شرفی میتونم، نمی کنم چنین کاری. من فرمان از یه پادشاهی گرفتم، میتوانم برم کنار ولی نمیتونم جمهوری اعلام کنم. یک، در مرحله دوم من جمهوری را برای ایران امروز مضر میدونم، اسباب زحمت برای ما خواهد شد که شد. فرارسیدن اربعین فرصت تازه‌ای بود برای مخالفان که بار دیگر قدرت خود را به نمایش بگذارند و آنچنان که ارتش بود قره‌باغی میگوید، مقامات دولت از فرماندهان ارتش خواستند که مانع تظاهرات نشوند.
نه تنها آقای بختیار بلکه آقای دکتر امینی شریعت مداری تمام مقامات مراجعه می کردن، به منم مراجعه می کردن که اجازه بدید که تظاهرات روز اربعین برگزار بشود. یک آقای شریعت مداری که تلفن کرد که تیم سار ما در گذشته همیشه اقدام می کردیم که در مورد تظاهرات آقایون ناراحت هستن، فکر می کنن که ممکنه اجازه داده نشود و اعلیحضرت تشریف ندارن، موافقت بکنید که تظاهرات اربعین برگزار بشود. من به ایشون و به اونها اینطور جواب دادم که این مسئله مربوط به امور فرمانداری نظامی است و این تحت نظر فرماندار نظامی و نخست وزیره. اگر چنانچه برای این مسئله شورای امنیت تشکیل بشه، نظرات آقایون رو در نظر خواهیم گرفت. تصادفاً برای شورای امنیت دعوت کردن، رفتیم. آقای بختیار گفت که بله الان موقعی نیست که ما بتوانیم جلوی تظاهرات مردم رو، آزاد مردم رو بگیریم. خواست این که اینها خودشون متحد شدن که نظم و ترتیب رو برقرار خواهند کرد و این است که اجازه داده می شود و فلان. گفتیم که بله، من گفتم بس آقایان به منم مراجعه کردند و گفتن خب تظاهرات برگزار میشه. تظاهرات برگزار شد و همچنان که همه رسانه ها خبر دادند، جمعیت عظیمی بار دیگر به راه پیمایی پرداخت. امروز میلیون ها نفر از مردم ایران در شهرها و شهرستان ها و دهات در سراسر ایران با دادن شعار پشتیبانی خود را از آیت الله خمینی ابراز داشتند و تقاضای یک جمهوری اسلامی می نمودند. بزرگترین تظاهرات در تهران رخ داد و گفته می شود که در آن بیش از 1 میلیون نفر شرکت جسته بودند. سربازان از مردم کناره گرفته بودند. تنها گاهگاهی هلیکوپترهای نظامی بر فراز جمعیت پرواز می نمودند. عکس‌های آیت الله خمینی در سراسر تهران به چشم می خورد. در شعارهایی که مردم در دست داشتند به شاه ایران گفته می شد که به ایران باز نگردد. اما خبرنگار ما میگوید که آنچه که جلب توجه میکرد این بود که هیچ شعاری بر علیه شاپور بختیار داده نمیشد. در هر حال امروز در پاریس آیت الله خمینی اظهار داشته است که تظاهرات امروز تهران به منزله رد شاه و دکتر بختیار و قبول دولت اسلامی بود است. در تهران دکتر شاپور بختیار نخست وزیر جدید ایران در مصاحبه‌ای با خبرنگاران خارجی پیش بینی کرده است که اگر آیت الله خمینی موفق به سرنگون کردن دولت او شود، ارتش اقدام به یک کودتا خواهد نمود. دکتر بختیار افزود: من از پشتیبانی 9/10 آیت الله های ایران برخوردارم، اما این عده جرأت اظهار پشتیبانی را ندارند. ارشدترین روحانی در ایران آن روز آیت الله شریعت مداری بود که می گفتند در مورد دولت بختیار سکوت کرده و سکوتش را به حساب تأیید می گذاشتند. اما بعد از تظاهرات اربعین او هم مخالفت خود را ابراز داشت. از طرف ما هیچ وقت سکوتی نبوده و به وسیله های مختلف، مصاحبه ها و اعلامیه ها، نارضایتی خود را ابراز داشته ایم. سادی از سکوت در هیچ منطقی دلیل رضایت نیست و ما هیچ نوع تأییدی از حکومتیشون نداریم. برای اینکه صحبت اشخاص و دولت ها در میان نیست، بلکه صحبت در کل نظام و اصل رژیم است و علاوه هیچ نوع اطمینانی به آخر کار ما نداریم. شاپور بختیار تصور می کرد که جبهه ملی بالاخره به کمکش خواهد آمد و از او پشتیبانی خواهد کرد، چون مخالفت رهبران جبهه ملی را ناشی از رقابت های شخصی می دانست. این آقایون همه یا با من همکاری میکنن یا دلشون میخواد همکاری بکنن. این مسئله دکترین نیست، مسئله شخصه، مسئله رقابته، مسئله این خودخواهی های داخلی است. و الا ما اساسنامه و ما تمام اون چرا که جبهه ملی نوشته که خود من در رأس اونها پیش قدم بودم همیشه، ببینید ذره ای با برنامه من به دولت به مجلس این داده شد تفاوت نداره. این مسئله شخصی، مسئله جبهه ملی نیست. اما رهبر جبهه ملی دکتر کریم سنجابی کار دولت بختیار را تمام میدید و صحبت از انتقال قدرت به دولت انقلاب میکرد. انتخاب بختیار و قبول مسئولیت از طرف وی بدون اینکه کوچکترین تغییر در اساس روابط فرماندهی رخ داده باشد راه حل مردم نبوده. نخست وزیر غیر قانونی کنونی
چیزی جز یک نقاب فریبنده برای دستگاه استبدادی نیست. بختیار باید کنار برود و جای خود را به دولتی بدهد که مورد اعتماد مردم و مراجع دینی آنها باشد. به نظر ما اکنون شرایط آماده است تا حضرت آیت الله تمایل خود را نسبت به دولت مورد نظرشون ابراز دارند و چنین دولتی موقتاً سکان امور کشور را در دست بگیرد و ترتیبات قانونی و عملی مراجعه با آراء عمومی و استقرار حکومت واقعی ملت را فراهم نماید.